خب با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیزم، من مسیح گرجی هستم، مدرس ادبیات و زبان فارسی. در خدمت شما هستیم با تحلیل آزمون‌های به اصطلاح کتاب خیلی سبز مربوط به نوبت اول. امیدواریم که بتونیم قدم کوچیکی در سطح بهبود کیفی شما دانش آموزان توی پاسخگویی سوالای ترم اولتون برداریم. خب با آزمون شماره 1 شروع میکنیم. خب سوال اول گفته که عبارت زیر را معنی کنید. خب عبارتش گفته اساره تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. نگاه کنید، میگه شیره انگوری به قدرت او یعنی خداوند شهد فایق شده، یعنی عسل برتر خالص برگزیده شده، و تخم خرمایی به تربیتش یعنی به قدرت الهی در اثر توجه خداوند بهش نخل باسق گشته. باسق یعنی بلند کشیده و استوار. توی سوال بعدی گفته که معنی واژه مشخص شده را بنویسید. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. خب معنی واژه شبه یعنی مانند، نظیر، یعنی اینکه مانند و مثل و نظیری همچون خدا پیدا نمیشه. ناتوانی انسان از درک و توصیف خداوند مفهوم این مصرعی هست که اینجا نوشته. در سوال بعدی گفته میان واژگان زیر معادل در میان واژگان زیر معادل معنایی هر مورد را در مقابل آن بنویسید. مورد الفش گفته جامعه‌ای که بزرگی به کسی بخشد. خب میدونید جامعه‌ای که یک انسان بزرگ به کس دیگه میبخشه خلعت هستش و این مربوط به مورد الف هست. و در مورد ب گفته قطع کردن مقرری یعنی وظیفه بریدن، روزی بریدن. در سوال بعدی گفته که در عبارت زیر تضاد و سج را بیابید. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. همونطور که خودش اینجا توی کتاب براتون به عنوان نکته یا درسنامه کوتاه نوشته، کلمات سج معمولا در پایان جمله ها میاد. نگاه کنید، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. یه حذف فعلا داریم اینجا، مفرح ذات است. اما واژه های تضاد رو هم خواسته از ما، واژه های متضاد ما میتونه واژه فرو می رود و برمی آید باشه. اینکه هر نفسی که فرو می رود میشه دم و برمی آید میشه بازدم. میتونن واژه‌های متضاد باشه. در سوال بعدی گفته در هر یک از موارد زیر چه نوع حذفی دیده می شود؟ الف گفته هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است. یه است دیگه اینجا باید نوشته می شد که نویسنده به قرینه لفظی اون رو حذف کرده برامون. در سوال ب گفته که باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. ببینید بچه ها، رسیده است و اینجا هم کشیده است. وقتی که هیچ یک از طرفین حذف در جمله نوشته نمیشه و ما از طریق معنی و سبک نوشته، سیاق نویسنده متوجه قسمت حذف شده میشیم، بهش میگن حذف به قرینه معنوی. و اما در سوالایی که مربوط به درس دوم هستش گفته که مصرع زیر را به نثر روان برگردانید، معنی کنید. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان میروی. محتسب اینجا به مست داره میگه که آقا تو مست هستی و به این دلیل بدون تعادل داری راه میری. افتان و خیزان رفتن کنایه از عدم تعادل در راه رفتنه. معنی واژه مشخص شده را بنویسید. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. دقت کنید، حد به معنی مجازات شرعیه، مجازاتی که در شرع و عرف و قانون اسلامی
برای هر انسان گناهکار یا متخلفی به اصطلاح تعیین شده. یه حد دیگه هم داریم به معنی اندازه، از حواستون باشه که در چه جمله‌ای به کار میره. توی زنجیره سخن، تو رابطه معنایی با سایر واژه‌هایی که کنارش اومده باید متوجهش بشید. در میان گروه کلمات زیر چند نادرستی املایی دیده میشود. خب سرای والی که واژه راحتیه، کاملا درسته. داروغه و نگهبان، امکانش بوده که داروغه رو بتونه، پتانسیل داره که واژه داروغه غلط نوشته بشه، اما خب اینجا درست نوشته شده. اما در مورد بعدی نوشته غرامت و تاوان. ببینید بچه‌ها، غرامت با این املا درسته، حد و مجازات کاملا درست نوشته شده، واعظ و نصیحتگو درست نوشته شده، تزویر و درویی هم درسته. پس تنها واژه‌ای که اونجا غلط بود واژه غرامت بود که صورت املایی درستش هم نوشتیم. گفته مصرع گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان به کدام پدیده اجتماعی اشاره دارد؟ این سوال پرتکراریه، همونطوری که توی درسنامه هم نوشته شده. داره میگه که آقا حالا که پولی نداری، ببخشید اون مال بیت بعدیش بود، اینجا محتسب داره به مصر میگه که دیناری پنهان به من بده. میدونید که دینار واحد پوله و خودت رو وارهان یعنی رها کن. این که میگه پنهانی به من یه پولی بده، اشاره به رشوه خواری حاکمان دولت میکنه، رواج رشوه خواری در بین حاکمان دولت. در سروده مست و هوشیار از شیوه جای خالی استفاده شده است که در اصطلاح ادبی به آن جای خالی گفته می شود. ببینید در سروده مسوشیار از شیوه گفتگو استفاده شده بچه‌ها، که به این شیوه گفتگو در اصطلاح ادبی مناظره گفته میشه. مناظره یکی از حالت‌های پرتکراری هست که در بین شاعران رواج داشت. اسدی طوسی بنیانگذار حالت فن مناظره بود و در دوره قدیم نظامی توی آثارش لیلی و مجنون، خسرو و شیرین خیلی از این فن مناظره استفاده کرد. نمونه ای هم داشتیم توی کتاب درسی تو همین درس دوم، مناظره جذاب و به اصطلاح شنیدنی بین خسرو بود و فرهاد. و مقلد معاصرش هم که بسیار کارش گل کرد خانم پروین اعتصامی بود. گفته بیت های زیر را کامل کنید. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی. بعد توی سوال بعدیش گفته دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیا بیا زر شوی. خب میدونید شعر حفظی بالوم یک نمره داره و این دیگه کاملا جزء محفوظات ذهنی شماست که باید توی آزمون همراهت باش. اما در سوال بعدی که از درس سوم انتخاب شده گفته شعر زیر را معنی کنید. جامعی کو نشود غرقه به خون بهر وطن، به در آن جامعه که ننگ تن و کم از کفن است. میگه لباسی که در راه وطن غرق به خون نشه، یعنی ایثار نکنه اون انسان، جامعه میتونه مجازن خود انسان باشه، اون جامعه رو، اون لباس رو پاره کن. زیرا جامعی که به اصطلاح در راه وطن پاره نشه و غرق به خون نشه، ارزش اون کمتر از کفنه و اون به تن بودنش باعث بدنامی میشه. معنی واژه مشخص شده را بنویسید. آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم. خب میدونید دیگه ملک به معنی سرزمین و وطن هست. در بیت زیر، در بیت همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود، واژه همت به چه معناست؟ خب دوستان عزیز ببینید، همت یه معنی عزم، اراده و تلاش و کوشش داره و یک معنیش هم توجه از صمیم قلب به خدا. اما اینجا به معنی عرفانیش به کار نرفته، اینجا به معنی همون عزم و تلاش و کوشش و اراده به کار رفته. گفته که در سوال بعدی مفاهیم زیر در کدام ابیات دیده می شود. خب الف، فکر ای هموطنان در راه آزادی خیش بنمایید، که هر کس نکند مثل من است. ببینید میگه ای هموطنان در راه آزادی میهن خودمون تلاشی بکنیم، فکری بکنیم، که هر کس فکری نکنه سرانجام عاقبتش شبیه من میشه. خب در این بیت
دعوت به مبارزه برای آزادی نمود داره، دیده میشه. پس این میشه مورد الف. در مورد ب گفته خانه ای کو شود از دست اجانب آباد، به زشک ویران کنشان خانه که بیت الحزن است. ببینید مبارزه با واسطه بیگانگان، میگه مملکتی که با وجود بیگانه ها حتی آباد هم بشه باید اون مملکت رو با اشک خراب کرد، یعنی اوج بیگانه ستیزی شاعره. در مورد پ گفته جامعی کو نشود غرقه به خون بهر وطن، به در آن جامعه که ننگ تن و کم از کفن است. اینکه در راه وطن خودت جان فشانی کن، بالا هم گفتیم جامعی که پاره نشه در راه وطن ارزشش از کفن کمتره و باعث ننگ میشه. آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم، ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. خب همونطوری که دیگه اینجا مشخصه، مورد آخر هم ستمگر بودن حاکم زمان خودش رو داره، میگه که همونطوری که کتاب گفته اشاره به محمد علی قاجار داره. خب در سوال بعدی گفته که مصرع زیر را به نثر روان معنی کنید. از درس پنجم دماوندیه براتون انتخاب شده، میگه از سیم به سر یکی کله خود. بچه برف قله دماوند رو به سیم، به نقره تشبیه کرده که مانند یک کله خودی بر سر مبارز و روشنفکر است. همونطوری هم که شما میدونید توی درس پنجم به اصطلاح دماوند نماد روشنفکران و آزادی خواهان جامعه است. در بیت زیر تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکن، گفته که الف ترکیب های اضافی را مشخص کنید. خب ببینید این مشت درشت روزگار، این درشت به عنوان صفت برداشته میشه و مشت روزگار یه ترکیب اضافی میمونه. از گردش قرنها پس افکند، ما اینجا دوباره یه ترکیب دیگه داریم که گردش قرن دوتا اسمن که با یه کسره به همدیگه نسبت داده شده. خب در مورد ب گفته هر یک از واژگان مشخص شده چه نقشی داره؟ واژه مشخص شده اینجا توه، تو مصرع اول تو مشت درشت روزگاری، داریم درباره این توه صحبت میکنیم، پس این تو نقش دستوری نهاد داره. از گردش قرنها پس افکن که اینجا گردش هم به در نقش متمم به کار میره. خب در سوال 19 گفته در هر یک از موارد زیر آرایه‌های مشخص شده در مقابل هر بیت را نشان دهید. توی مورد اول کنایه خواسته از ما و مفهوم کنایش هم باید بنویسیم. ای مادر سرسپید بشنو این پند سیاه بخت فرزند. خب ببینید فرزندی که سیاه بخته، سیاه بخت بودن کنایه از بدبخت بودن یا بیچاره بودنه. بعد در مورد ب گفته بگرای چو اژدهای گرزه، بخروش چو شرز شیر ارغن. گفته جناس رو مشخص کنیم و نوع اون جناس رو هم بنویسیم. نگاه کنید گرزه و شرزه با همدیگه بچه ها فقط و فقط در یک واج یک صامت تفاوت دارن که نوعش هم میشه جناس ناهمسان اختلافی. حالا برای بچه های انسانیمون میگیم جناس ناهمسان هم شما بنویسید کافی. و اما در سوال شماره 20 گفته شعر زیر در کدام مفهوم شعر زیر در کدام گزینه دیده می شود، توضیح دهید. خب سوال حالت 4 گزینه‌ای یا تستی داره. گفته دلا خموشی چرا، چو خم نجوشی چرا، برون شد از پرده راز تو پرده پوشی چرا. مفهوم صورت سوالمون همونطوری که دارید می‌بینید، آقا میگه چرا ساکتی، چرا خموشی، چرا مانند می در حال جوشش نیستی، یعنی ترک انزوا، ترک سکوت و همینطور میتونیم بگیم که دعوت به زبان‌آوری و سخن گفتن. در گزینه یک گفته شما منفجر ای دل زمانه، وان آتش خود نهفته مبسند. دقت کنید بچه‌ها توی همین مورد گزینه یک مصرع دوم اینجایی که میگه وان آتش خود نهفته مبسند، آتش استعاره از اون خشم درونیه. میگه آقا اون خشم خودت رو تو خودت نریز، پنهانش نکن. توی بیت‌های بعدی هم میگفت که پنهان کردن این دودش تو چش خودت میره، یعنی عاقبتش بده. خب همین جایی که میگه آقا آتش خودت رو پنهان نکن، یعنی دعوت داره میکنه به قیام علیه ظلم و ستم، دعوت داره میکنه به ترک انزوا، دعوت داره میکنه به زبان‌آوری و سخن گفتن. پس به نظر ما جواب همین گزینه اول هست توی سوال 20.
اما در سوال 23 گفته شعر زیر را معنی کنید: در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. یعنی روزگار عاشق، عمر عاشق با غم داره سپری میشه، با درد عشق داره به پایان میرسه و هر روزی که با این سوز عشق داره همراه میشه برای عاشق لذت بخش هم هست. معنی واژه مشخص شده را بنویسید: بیان که آن بزرگ در نزد حق یاد کند و عرضه دهد. عرضه دادن یعنی بیان کردن، یعنی اظهار کردن، یعنی نمایش دادن. بچه ها، آیا آرایه ادبی اسلوب معادله در هر دو بیت زیر وجود دارد؟ توضیح دهید. خب تو مورد اولش گفته که عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را، سیل یکسان می کند پس و بلند راه را. همونطوری که متن خود کتاب درسی هم توضیح داده بود، اسلوب معادله آرایه‌ای که دو مصرع یک بیت از نظر معنایی و از نظر نحوی یعنی دستوری کاملا استقلال دارن، مستقلن. هر مصرع ما درباره یک پدیده صحبت میکنه و مثلیه، مصرع دوم مثالی یا تمثیلی یا یک شاهد و گواهیه برای تایید حرف شاعر در مصرع اول. همونطوری که داریم میبینیم اینجا توی مورد الف گفته که عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را، یعنی در عالم عشق بین عاشقان هیچ تمایزی بین انسانها نیست، شاه و گدا یکی هن. حالا اینور نگاه کنید، سیل یکسان میکند پست و بلند راه را، یعنی اومده عشق رو به سیل تشبیه کرده. همونطوری که سیل وقتی میاد همه پستی ها و بلندی ها رو یکسان میکنه، عشق هم وقتی میاد این ظواهر انسان ها و موقعیت های اجتماعیشون نادیده گرفته میشه. پس اینجا اسلوب معادله داریم. به قول همکارامون این وسط گاهی میتونیم همانطور که بذاریم، میتونیم مساوی بذاریم مصرع دوم رو معادلی برای مصرع اول بدونیم. بعضیا میگن جای دو تا مصرع رو عوض کنیم، چه و چه، حالا اینا وارد درسنامش نمیشیم. در مورد بعدی گفته محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. خب اینم اسلوب معادله داره، داره میگه آقا تا بیهوش نشی تو محرم شنیدن راز عشق نمیشی. اینور داره میگه همونطوری که فقط گوش هست که مشتری یا خریدار حرفهای زبانه، یعنی فقط انسان بیهوش هست که محرم شنیدن راز عشقه. علاوه بر اسلوب معادله، آره پارادوکسی هم توی مصرع اول دیده میشه. بچه ها حواستون باشه، انسان بیهوش که چیزی رو درک نمیکنه، اما اینجا داره میگه تا بیهوش نشی تو لیاقت شنیدن یا درک کردن راز عشق رو نداری. پس به عنوان جواب این سوال هم میتونیم بگیم بله، زیرا هر دو بیت یکی از مصرع دومش مثالی یا یه شاهدی یا یه گواهیه برای تایید حرف شاعر در مصرع اول. در سوال 24 گفته منظور از قسمت‌های مشخص شده چیست؟ روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ایان که جز تو پاک نیست. خب وقتی میگه اگر عمر من رفت، روزگار من رفت، بگو بره، هیچ ترسی ندارم، مثلا اهمیتی نداره. منظورش اینه که اهمیتی نداره. تو بمان ای آن که چون جز تو پاک نیست. خب آیا مرجع ضمیر این تو برمیگرده به کی؟ به عشق. داره عاشق میگه که آقا من از سپری شدن عمرم با درد و رنج هیچ عذابی ندارم، هیچ ناراحتی ندارم و فقط برای عشق طلب جاودانگی میکنم. در سوال بعدی گفته با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید: بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. خب بیت الف گفته مقصود مولوی از نی چیست؟ گفتیم که نی نماد انسان کامل، نماد عارف واصل به حق، یا همون میتونه نماد خود مولانا باشه. و در سوال بعدی گفته بریدن به چه معناست؟ بریدن به معنی جدا شدنه. مولانا داره میگه از زمانی که من از جایگاه اصلی خودم جدا شدم، من رو بریدن یعنی جدا کردن، در نفیرم مرد و زن نالیدند. در سوال شماره 26 گفته عبارت زیر را به نثر روان معنی کنید. خب درباره معنی کردنه،
میگه که در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند. آقا کسی میتونه وارد دنیای عشق بشه، میتونه محرم اسرار عشق بشه که با خودش نباشه، یعنی در قید و بند خودش نباشه. حالا یعنی چی در قید و بند خودش نباشه؟ یعنی خودش، وابستگی های جسمانی خودش، وابستگی های مادی خودش به این عالم رو قطع بکنه. یعنی لازمه رسیدن یا وارد شدن به مرحله عشق، ساده بگیم لازمه عاشق شدن، ترک وابستگی های دنیوی. در سوال بعدی گفته معنای واژه مشخص شده را بنویسید. خب گفته به حسن که مطلوب همه است دشوار میتوان رسید. حسن بچه ها یعنی نیکویی، یعنی زیبایی. حالا اگر مطلوب هم از شما خواسته شده بود، یعنی طلب شده، یعنی خواسته، یعنی آرزو. در سوال 28 گفته در جمله زیر واژگان مشخص شده چه نقشی دارند؟ محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند. خب طبیعتا مشخصه دیگه، محبت داریم دربارش حرف میزنیم، نهاد این جمله است. چون به غایت رسد یعنی وقتی که به نهایت خودش، به کمال خودش میرسه، آن را عشق خوانند. حواستون باشه، خواندن اینجا در معنی فعل اسنادی به کار رفته، پس عشق باید نقش دستوری مسند داشته باشه. در سوال بعدی، سوال 29 ما، گفته که پدید آورنده آثار زیر را نام ببرید. سوال مورد الفش گفته فی حقیقت العشق، که فی حقیقت عشق رو از شیخ شهاب‌الدین سهروردی داشتیم و تمهیدات هم مربوط بود به عین القضات همدانی. در بیت زیر کدام کلمات تضاد دارند؟ در عالم پیر هر کجا برنایی است، عاشق بادا که عشق خوش سودایی است. خب برنا به معنی جوان بچه‌ها، بنابراین برنا و پیر با هم دیگه رابطه تضاد دارند. بعد در سوال بعدی گفته که بیت های زیر را کامل کنید. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران. بعد در مورد بعدی گفته بازا که در هوایت خاموشی جنونم، فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. گفتم این شعرهای حفظی باروم یک نمره داره که جزو محفوظات ذهنی شماست. در سوال بعدی گفته معنای واژه مشخص شده را بنویسید. گفته پیرمرد از داخل کازیه روی میز یک پاکت برداشت. کازیه یعنی جا کاغذی، یعنی یک وسیله‌ای که کاغذایی که بعداً لازمشون می‌شده برای نوشتن، چک نویس یا نوت برداری کردن، حالا یه شماره‌ای می‌خواسته بنویسه، سریع از اون برمی‌داشته، کاغذا رو کوچیک کوچیک برش می‌دادن، داخل اون می‌ذاشتن که موقع لزوم وقتی لازمشون میشه راحت استفاده کنه. کازی همون یک جا کاغذی، شما بنویسید به اصطلاح نمره کامل رو میگیرید. در هر یک از موارد زیر نادرستی املایی را بیابید و تصحیح کنید. الف گفته از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. دوستان عزیز، غاشیه اینجا با املای غلط نوشته شده. غاشیه باید به این شکل با این املا نوشته بشه. و در مورد ب گفته که کلئوپاترا مار زهردار بر بازوی خیش می نهاد و آتش عشق بی امان خود را با چراغ حیات خیش، دقت کنید بچه ها، چراغ حیات، حیات به معنی زندگی، باید با این املا نوشته بشه. خب شکل نادرستش هم اونجا بود. گفته در کدام گزینه ممیز وجود دارد آن را مشخص کنید. حالت تستی چهار جوابی، چهار گزینه‌ای بهتون داده. گفته که 50 متر ارتفاع، مورد بعدی گفته بانک اعتبارات ایران، مورد سوم گفته قدرت قلم نویسنده و مورد چهارم هم گفته گیرایی سخن او. خب بچه ها، ممیز واحد شمارش هسته است، مثل دو فرسنگ، دو فرسخ، راه، دو لیتر آب، دو دستگاه رادیو. خب اینجا در گزینه یک یا مورد الف 50 متر ارتفاع، متر اینجا میتونه در نقش ممیز یا وابسته وابسته هم باشه. در مورد بعدی، سوال بعدی گفته در بیت زیر جناس تام یا همون جناس همسان رو مشخص کنید.
کاووس کیانی که کیش نام نهادن، کی بود و کجا بود و کیش نام نهادن. کی جناس تام داره بچه. در مصرع اول اینجا به معنی پادشاه هست و در مصرع دوم کی بود یعنی چه وقتی بود. ببینید از نظر تلفظ، تعداد و نوع حروف کاملا یکسان نوشته میشه، اما از نظر معنی چون با هم دیگه فرق میکنن میگیم جناس تام یا جناس همسان. در سوال بعدی گفته گروه های اسمی زیر را از نظر داشتن وابسته وابسته بررسی کنید. خب مورد الفش گفته قلب آن کویر. دقت کنید بچه ها، قلب آن کویر، این آن الان صفت مضاف الیه میشه. صفت مضاف الیه، یه وابسته وابسته داریم اینجا. بعد مورد ب گفته دوست بسیار مهربان. میخواد برای دوست به عنوان یه اسم، به عنوان هسته یه صفت بیاره، مثلا میگه او دوست مهربانه، اما مخاطب اگر بپرسه چقدر مهربانه، اینجا با یک قید این رو توضیح داده. پس دوست بسیار مهربان، بسیار میشه قید صفت ما. در سال بعدی گفته در عبارت بعد از حکیم اسرار همه چشم ها به او بود که حوزه حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کلام را روشن نگاه دارد. الف، منظور از چشم ها به او بود چیست؟ کنایه از این که همه توجه ها به سمت او بود. ب، گرم کردن و روشن نگاه داشتن چراغ علم چه مفهومی دارد؟ یعنی رونق بخشیدن. میگن و مثلا این انسان چراغ این مکتب رو روشن نگه داشته، یعنی به اون مکتب داره رونق میده. خب دوستان عزیز، آزمون شماره یک ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که تونسته باشم قدمی هرچند کوچیک برای بهبود سطح پاسخگویی شما به سوالات ترم اولتون برداشته باشم. در ادامه راه با ما همراه باشید. خب رسیدیم به آزمون شماره دوم. در سوال اول گفته شعر زیر را معنی کنید. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. خب توی معنی این شعر میتونیم بگیم که نمیتوان به اصطلاح خدا رو توصیف کرد، زیرا خداوند در فهم انسان نمیگنجه. درک ناقص انسان قدرت و توانایی شناخت خدا و توصیف خداوند رو نداره. در مصرع دوم هم شبه به معنی مانند و نظیر هست و میتونیم بگیم که نمیتوان مانند و نظیری برای تو پیدا کردن یا نام بردن که تو در وهم نیایی. مفهوم کلی بیت ناتوانی انسان از درک و توصیف خداونده. مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی، مگر رو میتونیم به معنی امید است که یا شاید به اصطلاح معنی کنیم، یعنی امید داره از آتش دوزخ رها بشه، یا اینکه بگیم شاید از آتش دوزخ رها بشه. در سوال بعدی گفته در کدام گزینه نادرستی املایی دیده می شود؟ تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بچه ها ثنا با این املا باید توی این بیت باشه، تو سزاوار ثنایی. خب گفته در کدام گزینه؟ همون گزینه اول پیدا کردیم. در بیت زیر مدعیان چه کسانی هستند؟ این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. مدعیان یعنی کسانی که ذات خداوند رو نشناختند، ذات عشق رو نشناختند و فقط ادعا میکنن، مدعی وصال به معشوق هستن، مدعی وصال به حق هستن و ذات حق رو درک نکردن. در سوال بعدی گفته مصرع زیر را به نثر روان معنی کنید. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. خب محتسب اینجا به مست داره میگه که باید یک انسان آگاهی باشه تا تو رو به مجازات شرعی خودت برسونه، به اون به صلاح گناهی که کردی باید مجازات بشی بابت اون. معنی واژه مشخص شده را بنویسید. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم. خب زیر والی خط کشیده توی صورت سوال. والی به معنی حاکم
یا فرمانروا هست. والی را سرای یعنی خانه حاکم یا فرمانروا. فعل‌های مشخص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم. گفت والی از کجا؟ در خانه خمار نیست. خب دقت کنید، توی مصرع اول زیر شویم خط کشیده. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم، یعنی آنجا برویم. خب وقتی میگیم که معنی این فعل برویم هست، یعنی یه فعل ناگذر اینجا به کار برده و مصر جواب میده والی از کجا؟ در خانه خمار نیست، یعنی در خانه خمار، در میخانه حضور ندارد یا وجود ندارد، حاضر نیست. اینجا هم به معنی غیر اسنادی به کار رفته یا فعل ناگذره. در سوال هشتمی گفته که مفهوم مصرع دوم بیت زیر چیست؟ گفت از بهر غرامت جامعت بیرون کنم. گفت پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست. دقت کنید، این که میگه لباس من پوسیده به جز نقشی از تار و پود نیست، اشاره به فقر حاکم بر جامعه داره میکنه. در بیت زیر شاعر چه انتقادی از مسئولان جامعه دارد؟ گفت میباید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح های، قاضی نیمه شب بیدار نیست. ببینید بچه ها، بیدار رو اگر بخوایم متضاد خواب معنی کنیم، این که میگیم قاضی نیمه شب ها بیدار نیست، یعنی خوابه، میشه اشاره به غفلت حاکمان جامعه. غافلن از حال مردم، خوابن. اگر بگیم که بیدار میتونه به معنی بیدار نیست، میتونه به معنی این باشه که مسته، میتونه رواج فساد در بین حاکمان جامعه باشه. در صورت غفلت و ناآگاهی حاکمان جامعه میتونه مفهومش باشه. مثال دوم بیت زیر رو کامل کنیم. کدومه؟ گفته در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی. خیلی راحت بوده چون دوتا گزینه رو داده و شما با دیدنش ممکنه که حافظه تصویری فعال بشه و متوجهش بشی. اما در سال بعدی دیگه اون دو گزینه رو نداده به ما. گفته مصرع اول بیت زیر کدام است؟ آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. خب اصلش اینجوری بوده که خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. در سوال بعدی گفته کلمات به هم آمیخته زیر را مرتب کرده و مصرع شعر را بنویسید. به نور، حق، عشق، گر و افتد جانت دل. خب اینا رو بخوایم مرتبش کنیم، میگه گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لاه که از آفتاب فلک خوبتر شوی. در سوال بعدیمون سوال 13 گفته که بیت زیر را به نثر روان معنی کنید. ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است، مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است. میگه تمام فریاد من که مانند پرنده اسیر هستم برای وطن و روش همه پرنده های اسیر قفس هم روشی مانند روش منه. در سوال بعدی گفته معنی واژه مشخص شده را بنویسید. ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. اهریمن یعنی شیطان، همون اهریمن منظورشه. در سوال 15 گفته با توجه به بیت زیر تشبیه و کنایه را در مصرع اول مشخص کنید. در دفتر زمانه فتد نامش از قلم، هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت. خب دوستان عزیز، دفتر زمانه میتونه یه اضافه تشبیهی باشه، این تشبیهمونه، و نام از قلم افتادن، نامش از قلم افتد کنایه از فراموش کردن میتونه باشه یا فراموش شدن. در سوال بعدی گفته در مصرع همتم بدرقه راه کنه تایر قدس، که دراز از ره مقصد و من نوسفرم. واژه همت در چه مفهومی به کار رفته؟ خب همونطوری که توی آزمون قبلی هم گفتم، همت دو تا معنی داره. معنی اولش میتونه عزم و اراده و تلاش و کوشش باشه و معنی دومش که اینجا منظور ماست یک معنی عرفانی داره، به معنی دعای خیر، یعنی توجه از صمیم قلب معطوف بشه به خداوند. توجه قلب عارف فقط به خداوند باشه. در سوال بعدی گفته
بیت زیرا به نصر روان معنی کنید. چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیه و خموش و آوند. خب بخوایم معنی کنی میگیم چون به معنی وقتی که هست، وقتی که زمین از ظلم و ستم آسمان سرد و سیاه و ساکت و معلق شد. آوند به معنی معلق یا آویزان به کار رفته. دقت کنید واژه کلیدیش اینجاست، و یعنی خب سرد و سیاه و خموش و اینا که معنی کردنش برای به اصطلاح طراح یا مصحح شما ارزشی نداره. معنی واژه مشخص شده را بنویسید. تو قلب فسرده زمینی از درد ورم نموده یک چند. فسرده رو اومده خط کشیده، فسرده میشه یخ زده یا منجمد. و اما در سوال بعدیمون گفته در موارد زیر دو نادرستی املایی دیده میشود، آن را بیابید و تصحیح کنید. تا وارهی از دم ستوران وین مردم نحس دیو مانند. خب همه مواردش درسته، وارهی ستوران هم که پتانسیل غلط بودن داره اینجا درست نوشته شده به معنی چهارپایانه، و نحس هم که کاملا درسته. در مورد بگفته تا درد و ورم فرو نشیند کافور بران زماد کردن. بچه ها املای واژه زماد درستش به این شکله، اینجا یه مورد داریم. بعد در مورد پ گفته بفکنز پ این اساس تزویر. خب همونطوری که میدونید اساس باید با املای این حالت نوشته بشه، املای درستش این شکلیه. خب گفته دو مورد نادرستی پیدا کن که مورد به اصطلاح ب و پ هر دوتا نادرستی املایی داشتن. در سوال بعدی گفته در بیت زیر تشخیص و حسن تحلیل را نشان داده و مختصرا توضیح دهید. تا چشم بشر نبیندت روی بنهفته به ابر چهره دلبند. ببینید بچه ها دماوند نماد روشنفکرانه. اینکه حالا روی و چهره خودش رو به اصطلاح توی ابرها برده، نسبت دادن داشتن صورت و چهره به دماوند به یک موجود بیجان میتونه تشخیص به حساب بیاد. اما درباره حسن تحلیلش دقت کنید، این قله دماوند اکثر روزای سال در مه، در ابر. خب این یه پدیده علمیه، به خاطر سطح ارتفاعی که اینجا هست، خب این مه پوش بودن قله دماوند میتونه توجیه علمی داشته باشه. اما شاعر ما داره میگه نه، این دماوند نماد روشنفکران جامعه است. خب روشنفکران جامعه، این روشنفکران جامعه از این مردم عادی گریزانن، به خاطری که حرف هم دیگر رو نمیفهمن و باعث رنجش و کدورتشون میشه. میگه تو چهره دلبند خودت رو بردی در ابر پنهان کردی، در مه پنهان کردی تا با مردم جامعه چشم تو چشم نشی، یعنی لازم نباشه که با اونها هم کلام باشی. یعنی برای یک پدیده علمی یک دلیل ادبی یا یک نگاه شاعرانه آوردی. مصرع زیر را به نثر روان معنی کنید. هر کسی از ظن خود شد یار من. یعنی هر کسی از روی حدس و گمان و در حد فهم و شعور خودش من رو شناخته. اینکه ظرفیت وجودی افراد در شناخت مولانا متفاوته. در بیت زیر قسمت‌های مشخص شده چه آرایه مشترکی دارن؟ مفهوم هر قسمت را بنویسید. هر که جز ماهی زعابش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. خب بچه ها ماهی نماد عاشق حقیقیه، عاشق واقعی، و آب میتونه استعاره یا نمادی باشه از عشق. اینکه به عنوان مفهومش هم، مفهوم کلی بیت هم میتونیم بگیم که فقط عاشق واقعیه که سختی های عشق رو تحمل میکنه. مفهوم بیت رو نخواسته از ما، فقط مفهوم اون دوتا رو خواسته بود که حالا ما کلیشو گفتیم. مفهوم کلی بیت توی سوال بعدی مفهوم کلی بیت رو داره میگه. بیت زیر چیست؟ در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. پخته نماد انسان عاشق، نماد عارف واصل به حق، و خام نماد انسان بی بهره از عشق. مولانا داره میگه حال انسان عاشق، حال عارف واصل به حق، حال انسان کامل رو کسی درک نمیکنه. شمایی که از عشق بهره ای نبردید حال عاشق رو نمیفهمید. پس به عنوان مفهوم بیت میتونیم بگیم که حال عاشق رو فقط عاشق واقعی میفهمه.
در سوال بعدی که حالت تستی و چهار گزینه ای داره گفته در کدام گزینه اسلوب معادله دیده می شود، دلیل خود را ذکر کنید. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همونطوری که دیدید مصرع دوم ادامه حرف شاعر تو مصرع اوله. پس در مورد یک ما گزینه یکمون اسلوب معادله نداریم. در مورد دوم گفته محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. خب توی آزمون قبلی هم اینو براتون توضیح دادیم که اینجا داره درباره محرم شدن برای شنیدن اسرار عشق حرف میزنه، اینجا داره درباره فروشندگی زبان و خریداری گوش صحبت میکنه. وقتی میتونیم جای دو مصرع رو با هم دیگه جابجا کنیم و خللی در معنی به اصطلاح بیتمون ایجاد نمیشد، مصرع دوم حکم مثال شاهد یا گواهی بود برای تایید حرف اشاره تو مصرع اول، بنابراین اسلوب معادله رابطش برقرار بود. و اما در سوال بعدیمون گفته که عبارت زیر را معنی کنید: هرچه موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمالند. روحانی اون آنیش به اصطلاح نسبی سازه، خب حالت نسبت داره، یعنی منسوب به روح، و جسمانی یعنی منسوب به جسم. میگه هرچه موجودند روحانی و جسمانی، علاوه بر این که این دوتا با هم دیگه تضاد دارن، میتونه مجازن همه پدیده ها باشه، یعنی همه پدیده ها طالب کمالند. کمال طلبی همه پدیده ها میتونه مفهوم این جمله ما باشه. معنی واژه مشخص شده را بنویسید. در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست، با جان بودن به عشق در سامان نیست. در سامان نیست یعنی در خور نیست، شایسته نیست، سزاوار نیست. در سوال بعدی اون گفته در جمله زیر نقش کلمات مشخص شده چیست؟ عشق حقیقی دل و جان را پاک می‌گرداند. خب ما داریم درباره عشق حقیقی صحبت می‌کنیم، پس این نهاد جمله ماست. چه چیزی را پاک می‌گرداند؟ دل و جان را. پس این میشه مفعول ما. می‌گرداندم که فعل اسنادیه، یه فعل اسنادیه. چگونه می‌گرداند؟ پاک می‌گرداند. پس این پاک هم اینجا نقش مسند داره. جمله ما چهار جزئیه با مفعول و مسند هست. و اما در سوال بعدیمون گفته که در بیت زیر تشخیص و تضاد را نشان دهید. در عالم پیر هر کجا برنایی است، عاشق بادا که عشق خوش سودایی است. بچه ها پیر بودن رو الان داره به عالم نسبت میده، پس این عالم تشخیص داره، یعنی جان بخشیدن به اشیا. خب پیر و برنا هم، برنا به معنی جوان، با هم دیگه رابطه تضاد دارن، اینم تضاد مونه. بعد در سوال بعدی که شعر حفظی هست گفته بیت‌های زیر را کامل کنید. مصرع اول رو جای خالی داده، در مصرع دوم گفته فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. خب بازا که در هوایت خاموشی جنونم، فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. این مصرع اولش بود. در مورد بعدی گفته کینگونه فرصت از کف دادند بیشماران. ای جوی بار جایی زین سایه برگ مگریز، کینگونه فرصت از کف دادند بیشماران. در سوال 31 گفته که عبارت زیر را به نثر روان معنی کنید. این مخارج قریب 6 ماه من بود. خب مخارج یعنی هزینه ها، قریب هم که به معنی نزدیکه. میگه این مقدار پول به اصطلاح مخارج حدود 6 ماه من رو تأمین می‌کرده. در سوال 32 گفته در گروه‌های زیر وابسته رو مشخص کنید، نوع آن را بنویسید. مورد الفش گفته 10 فرسخ راه. خب فرسخ اینجا به معنی در نقش ممیز به کار رفته، یعنی واحد اندازه‌گیری مسافت هست. در مورد ب گفته دوران حکومت سرهنگ‌ها. ببینید دوران اسم، حکومت اسم، سرهنگ ها هم اسم، 3 اسم که با 2 کسره به هم دیگه چسبیدن، بنابراین سرهنگ ها در نقش
مضاف الیه مضاف الیه، وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه. در سوال بعدی گفته در بیت صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب، تا شد تهی از خیش و نیش نام نهادن، منظور از جفا دیدن چیست؟ خب سختی کشیدن. منظور از جفا دیدن یعنی سختی کشیدن، تحمل سختی. بعد گفته که چه مفهومی از این بیت دریافت میکنیم؟ یعنی لازمه رسیدن به کمال تحمل سختی ها یا همون سختی کشیدنه. در سوال 34 گفته با توجه به عبارت زیر چه عاملی امپراتوری های بزرگ را از بین برده است؟ خب گفته امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند معمولا از سوء هاضمه میمیرند، یعنی زیاده خواهی، یعنی حرص و طمع باعث نابودی امپراتوری های بزرگ شده. این حرص و طمعی که در نتیجه نداشتن تسلط بر اوضاع پیش میاد. عبارت زیر را به نثر روان معنی کنید. پا به رکاب گذاشتم و روان شدم. خب پا به رکاب گذاشتن کنایه از آماده شدن برای حرکت کردن و سفر کردنه. پس میتونیم بگیم که آماده حرکت و سفر شدم و راهی شدم. در سوال 36 گفته معنی واژه مشخص شده را بنویسید. چشمه آب سرد که در تموز سوزان کویر گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آمد. خب تموز بچه ها ماه دهم از سال رومیانه، تقریبا مطابقت داره با تیر ماه شمسی. دقت کنید، یعنی ماه گرما رو منظورشه. دقت کنید که بعضی اوقات توی تست ها این ماه دهم سال رومیان رو میتونن جابجا کنن، مثلا به جای ماه دهم یا می‌نویسه ماه نهم سوم، و سال رومیان هم میتونه یا مثلا طراح بازی در بیاره می‌نویسه یونانیان. حواستون باشه، توی تستا دارم میگم، اینجا که هرچی هست جزء محفوظات ذهنی خودته، اینجا می‌نویسی. سال 37 گفته در کدام گزینه تلمیح دیده می‌شود؟ چنان که میگویند هم بر انگاره اشقابادش ساختن. گزینه دوم گفته نزدیک 80 سال پیش مردی فیلسوف و فقیه به این ده آمد. سه ناله های آن امام راسین و بزرگم را میشنوم که سر در حلقوم چاه میبرد و میگریست. در گزینه سوم بچه آرایه تلمیح دیده میشه. اشاره به تنهایی و قربت امام علی علیه السلام داره که ایشون در شهر کوفه سر در چاه میکرد و با چاهای کوفه در دل تاریکی به اصطلاح حرف میزد، درد و دل میکرد. اشاره به تنهایی و غربت امام علی علیه السلام داره. و اما در سوال بعدی، سوال 38 گفته با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید. تاریخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوای مزینان یاد می کند. در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود و استادان بزرگ حکمت و فقه و ادب نه در ادارات که در غرفه های مساجد یا مدرسه های مدارس می نشستند. الف دو ویژگی مردم مزینان رو گفته نام ببرید. اینکه مردم مزینان مردانی اهل فقه و حکمت و شعر و ادب بودند و با ایمان و خداپرست بودند. عرفان و تقوای مردان مزینان رو داره میگه. ب گفته نویسنده کدام تفاوت میان علم اندوزی گذشته و امروز را بیان کرده است؟ اینکه در گذشته علم به سادگی در دسترس همه بوده، اما امروز کسب علم و دانش میتونه یک کار رسمی و پر از مانع و مشکل باشه برای انسان ها. در سوال 39 گفته در عبارت زیر منظور از قسمت های مشخص شده چیست؟ به آب چشمه دست نمیتوان برد. ماس را با چاقو میبریم. پشم گوسفندان را گل و گیاه رنگین کرده است. بوی شبدر دوچین هوا را عطرآگین ساخته است. گندم ها هنوز خوشه نبستند. صدای بلدرچین یک دم قطع نمی شود. جوجه کبک ها خط و خال انداختند. خب اینکه به آب چشمه دست نمی توان برد اشاره داره به سردی آب چشمه، و اینکه میگه جوجه کبک ها خط و خال انداختند یعنی به بلوغ رسیدن، یعنی رشد کردند.
خب دوستان عزیز، این هم از آزمون شماره 2. در ادامه راه با ما همراه باشید تا آزمون شماره 3. خب در آزمون بعدی به عنوان سوال اول گفته که معنای واژه‌های مشخص شده را بنویسید. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. محتسب همونطوری که توی درس دوم براتون معلمای محترمتون معنی کردن، مأمور حکومتی شهره، کسی که ناظر بر اجرای احکام دینیه. در مورد بعدیش گفته که از سیم به سر یکی کلاه خود. کلاه خود همون کلاه فلزی هست که مبارز یا جنگجو هنگام مبارزه روی سر خودش میذاشته. در مورد بعدی گفته جفت بدحالان و خوشحالان شدن. جفت شدن یعنی همراه شدن. در مورد بعدیش گفته حیات از عشق میشناس و ممات بی عشق مییاب. ممات یعنی مرگ و مردن و نابودی. خسته از نشعه خوب و پاک آن اسرا در بستر خیش به خواب رفتن. خب اسرا یعنی در شب سیر کردن و نام 17 سوره قرآن کریمه. جزیره ها مثل وصله های رنگارنگ بر تیلسان آبی مدیترانه دوخته شده بود که این هم نوعی ردا هست، جامعه گشاد و بلند. در سوال بعدی مربوط به بخش املا یک گروه کلمات داده، گفته در کدام گروه کلمات به اصطلاح نادرستی املایی یافت می شود، اون رو برامون درستش رو بنویس. الاغتور کاملا درست نوشته شده، محصل و دانشجو هم درسته، غایت القصوای مقصود درست نوشته شده، دیوارهای قطور درسته، جبل الطارق درسته، که این جبل الطارق احساس میکنم که از کتاب سالهای گذشته است، از نظام قدیمه. اما طاق ضربی طاقش رو غلط نوشته، طاق با این املا باید درست باشه. سوء هاضمه کاملا درست نوشته شده، پیر مغان درسته، خضر فرخنده پی، بچه‌ها این خزر خونده میشه، ما داریم درباره خضر حرف میزنیم، با این املا باید باشه. جنگ عظیم و درست نوشته شده، طبق خاک درسته، اما ناتن هم درست نوشته شده. پس در این به اصطلاح گروه کلمات دو مورد نادرستی داشتیم که املای درستشون به این شکله. و اما در سوال بعدی هم که مربوط به مبحث املاست، گفته در کدام گزینه نادرستی املایی وجود دارد تصحیح کنید. سینه خواهم شرحه. خب همینجا شرحه رو نادرست نوشته برای ما دیگه. آقا این شرحه باید با این املا باشه، شرحه. حالا اون یکیش هم همین حالت، اینم نادرستی املایی، پس همون گزینه 1 جوابمون بوده. در بخش پ، بخش دستور، گفته در هر یک از موارد زیر کدام بخش حذف شده است، نوع حذف را مشخص کنید. الف طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت است. یک بار دیگه این است باید اینجا تکرار میشد که چون یک بار نوشته شده به قرینه لفظی حذفش کردیم. به بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. یعنی بنده همان بهتر است. اینجا اصلا در بیت است دیده نمیشه. بنابراین ما از سبک نویسنده، از سیاق نوشته و از معنی اون متوجه قسمت حذف شده شدیم. بنابراین حذف میشه به قرینه معنوی. اینو حواستون باشه. در هر یک از موارد زیر ابتدا وابسته رو مشخص کنید، سپس نوع اون رو بنویسید. خوشنویس بسیار ماهر رو گفته. خوشنویس اسمه، برای این اسم یه صفت آورده و مخاطب میپرسه چقدر ماهره، میگه بسیار، اینجا یه قید آورده، بنابراین میشه قید صفت نوعش. کشاورز همین روستا. آقا برای یه اسم اومده با یه اسم دیگه به عنوان مضاف الیه توضیح میده. گفته کشاورز، مخاطب گفته کدوم کشاورز؟ کشاورز روستا. خب کدوم روستا؟ این همین روستا. این میشه صفت، میشه صفت مضاف الیه. یعنی وابسته ما همینه و بسیار. اما در سوال بعدیمون گفته که در ابیات زیر کدام دو واژه معادل معنایی یکدیگرند؟ سریر ملک عطا داد، کردگار تو را به جای خیش دهد، هرچه کردگار دهد. برکش ز سر این سپید معجر، بنشین به یکی کبود اورند. بچه ها واژه های سریر و اورند
به معنی تخت پادشاهی هن که اینجا به معنی معادل همدیگه قرار گرفتن. گفته در کدام گزینه جمله با مفعول مسند آمده است، اجزای آن را مشخص کنید. محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند. خب محبت اینجا نهاد جمله ماست. خب وقتی که به غایت رسد آن را، چه چیزی را، چه کسی را؟ آن را، پس این میشه مفعول ما. عشق خوانند، خوانند یادتونه دیگه فعل اسنادی بود. خب اینم پس چگونه خوانند؟ عشق خوانند. اینم میشه مسند جمله ما. همینجا تو مورد یک ما یک جمله چهار جزئی با مفعول و مسند داشتیم. اما در سوال بعدیمون گفته نقش دستوری واژگان مشخص شده را بنویسید. گفت از بحر غرامت جامعت بیرون کنم. چه چیزی را بیرون کنم؟ جامعت. پس این میشه مفعول جمله ما. گفت پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست. چگونه است؟ پوسیده است. آقا از فعل اسنادیه دیگه، میتونید در جواب چگونه هم بیاد بگیم پوسیده. پس اینم میشه مسند این جمله. در قلمرو ادبی که 5 نمره هم داره گفته آرایه های ادبی با توجه به ابیات زیر قالب شعر را مشخص کنید، دلیل آن را توضیح دهید. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح های قاضی نیمه شب بیدار نیست. خب بچه ها حالتی که اینجا هست حالت گفتگوه، گفتگوی بین دو انسان، خب بین محتسب و مست. به این حالت گفتگو میگن مناظره. مناظره به اصطلاح یکی از فنهای شعر گفتنه و قالب این شعر هم در قالب قطعه هست. خانم پروین اعتصامی یکی از شاعران معاصر ماست که یکی از مقلدان معاصر به اصطلاح اسدی طوسی بوده که از فن مناظره توی اشعار خودش زیاد استفاده کرده. حالا این گفتگو میتونه گاهی بین دو انسان باشه، بین دو شی باشه یا هر چیزی. آرای ادبی مشترک بیت‌های زیر چیست توضیح دهید؟ عشق چون آید برد هوش و دل فرزانه را، دزد دانا میکشد اول چراغ خانه را. توی مورد بعدیش هم که توی همه آزمونایی که تا الان با هم دیگه تحلیل کردیم داشتیم، محرم این هوش جز بیهوش نیست. مرزبان را مشتری جز گوش نیست. برای اینکه از ابتدای این پروژه هی داریم توی آزمون‌ها اینو تکرار می‌کنیم، آرایه اسلوب معادله داریم، یعنی ما میتونیم جای اینا رو جابجا کنیم. یکی از راه‌هایی که معلم‌ها به بچه‌ها میگن میتونیم این وسط یه همان ترکه و کلماتی از این دست بذاریم. اینکه مصرع دوم مثال، شاهد، گواه یا تمثیلی برای مصرع اول هست، همه اینا حاکی از اینه که آرای ادبی مشترک بین این دو بیت اسلوب معادله بوده. با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید. تا وارهی از دم سطوران وین مردم نحس دیو مانند، با شیر سپهر بسته پیمان، با اختر سعد کرده پیوند. الف شاعر علت بلندی دماوند را رها شدن از دست مردم می داند. این امر کدام آرای ادبی را پدید آورده است؟ خب بلندی دماوند یه پدیده علمیه. اینجا داریم میگیم رها شدن از دست مردم، یعنی حسن تحلیل داریم. توی مورد الف باید بگیم حسن تحلیل. مشبه را مشخص کنید. خب ببینید وین مردم نحس دیو مانند، الان مردم رو به دیو تشبیه کرده، درست؟ خب مردمی که به دیو تشبیه شدن مردم میشه مشبه ما. تو همون بیت اول کدام کلمات استعاره ساختن؟ مفهوم آنها چیه؟ تا وارهی از دم سطوران. سطوران یعنی چهارپایان. خب این چهارپایان که حرف نمیزنن، دم اینجا مجازن سخن دیگه. تا وارهی از دم سطوران، سطوران یعنی چهارپایان، معنیش بنابراین استعاره از انسانهای نادان جامعه است، یا میتونیم بگیم حیوان صفت جامعه. با شیر سپهر بسته پیمان، اینی که با شیر سپهر یعنی خورشید پیمان بسته، الان پیمان بستن صفت انسانه که به شیر سپهر نسبتش دادیم، بنابراین آرایه تشخیص داریم. و همونطور که همه معلماتون هم بهتون گفتن هر جای تشخیص باشه استعاره هم به کار رفته. در سوال بعدی گفته که
در عبارت زیر کلمات سجع را نشان دهید. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. همونطوری که میدونید سج واژه هایی هستند یکسان، هم آهنگ و هم وزگاهی که در انتهای دو جمله میاد. به این انتها بودنش حواست باشه. در سوال بعدی که حفظ شعر هست گفته ابیات زیر را کامل کنید. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. بعد در مورد به گفته ای جوی بار جاری، زین سایه برگ مگریز، کینگونه فرصت از کف دادند بیشماران. سوال 19 گفته در هر یک از موارد زیر گزینه درست را انتخاب کنید. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. و چه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بازا که در هوایت خاموشی جنونم، فریادها برانگیخت از سنگ کوه ساران. ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. خب اینم جزء محفوظات ذهنی شما بود. دوتا شعر حفظی داریم توی کتاب درسی صفحه 22 و 23 و صفحه 57. درک مطلب 4 نمره داره از قلمرو فکری که خودش مجموعاً 8 نمره داره. با توجه به عبارت و سروده زیر دولت مستعجل چه مفهومی دارد؟ خب آخرین چراغ امپراتوری را موسولینی روشن کرد اما همه می‌دانیم که دولت مستعجل بود، یعنی دولت زودگذر و ناپایدار بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، یعنی دولت زودگذری بود، موقتی بود. در مصرع دوم بیت زیر شاعر به چه کسانی اشاره می‌کند؟ همت از باد سحر می‌طلبم گر ببرد، خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است. یعنی دوستان شاعری که آزاد هستند. دوستان شاعری که نگیم، بگیم دوستان شاعر که آزاد هستند و بیرون زندانند، آزادی خواهان بیرون زندان. در بیت زیر قسمت مشخص شده به کدام ویژگی حاکمان اشاره دارد؟ گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست؟ والی از کجا در خانه خمار نیست؟ از کجا معلوم حاکم الان خودش تو میفروشی ننشسته باشه؟ یعنی رواج فساد در بین حاکمان، رواج فساد، یا میتونیم بگیم مثلا درویی حاکمان هم میتونه اشاره کنه. اینکه حاکمی که داره دستور میده که آقا کسی نباید شراب بخوره، خودش الان توی میفروشی نشسته. در عبارت دیگر روز هرگاه ماهی به دیدی گمان بردی که همان روشنایی است، قصدی نپیوستی و ثمرت این تجربت آن بود که همه روزه گرسنه. منظور از قسمت مشخص شده چیست؟ قصدی نپیوستی یعنی تلاش نمی کرد. خب در ادامه آزمون گفته هر یک از مفاهیم زیر در کدام بیت دیده می شود؟ دشوار و پرخطر بودن راه عشق نی حدیث راه پرخون می کند. بچه ها قصه های عشق مجنون می کند. اینجا اشاره داره به دشوار و پرخطر بودن راه عشق. اینجا می تونم من مورد ب رو بنویسم. نقش ظرفیت وجودی افراد در تأثیر پذیری از عشق. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. خب اینکه اشاره ای نداره. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست. اینم اشاره ای نمی کنه. اما اینجا توی مورد ت میگه محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. ببینید اینجا به نقش ظرفیت وجودی افراد در تاثیرپذیری از عشق اشاره میکنه. ببخشید من جیم نوشتم اشتباها، اینجا مورد ت. آره مورد ت. بله مفهوم مشترک موارد زیر را بنویسید. در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست، با جان بودن به عشق در سامان نیست. و مورد بعدی میگه من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو. آقا کسی میتونه وارد
دنیای عشق بشه، میتونه محرم اسرار عشق بشه که با جانش نباشه. یعنی اینکه خودش رو فدا کنه، از جان خودش، از وابستگی‌های مادی جسمانی خودش بگذره. معنی و مفهوم نثر رو دو نمره گفته. عبارت زیر را به نثر روان برگردانید. آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت میکنه. مشایعت یعنی همراهی و تنها نقطه گنگ این جمله همینه. یعنی آب را تا باغستان و مزرعه همراهی میکنه. یعنی انگار که معنی لغت از شما خواسته. هنگام چریق آفتاب، خب چریق بچه ها یعنی طلوع آفتاب. خب میخواد بگه هنگام طلوع خورشید در کنار این قنات اتراقم. ببینید واژه هایی که شما باید پیدا کنید و معنی جمله در بیاد بیرون، توی این جمله هم یکیش اتراقه، یکیش چریقه، وگرنه بقیهش که چیزی نداره که. قنات و نمیدونم سیرجان و این حرفا، شهر و اینا واژه های سختی نیست. یعنی اینکه اتراق کردن یعنی توقف کردن، حواستون باشه. یکی از صاحب دلان سر به جیب قراب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق. این جمله یه ذره حالا سخت‌تر از دو مورد قبلیه. صاحب دلان یعنی عارفان. یکی از عارفان به حالت تفکر و تأمل فرو رفته بود و در، دقت کنید ارزش املایی داره، بحر با این املا یعنی دریا، و در بحر کشف حقایق الهی مستغرق شده بود، یعنی غرق شده بود. این یه کم جمله اسخوندارتری بود نسبت به بالایی. بالایی یه مشایعت داشت، پایینی هم یه چریق و اتراق و معنیشو میدونستی کاملا دیگه در میومد. اشعار زیر را به نثر روان معنی کنید. آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم، ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. میگه اون کسی را که در این سرزمین به عنوان پادشاه خودمون انتخاب کردیم، پادشاه قرار دادیم، ملت امروز مطمئن شده که بیشک اون خودش اهریمنه، یعنی شیطانه. برکش ز سر این سپید معجر، بنشین به یکی کبود اورن. میگه اون برفایی که روی قله خودت هست، از درس پنجم مال دماوندی است. به دماوند میگه اون برفایی که مثل روسری سفید رو سر خودت داری، اینا رو کنار بزن، به تخت تیره پادشاهی بنشین و اداره امور رو به دست خودت بگیر. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. یعنی حقیقت عشق رو کسی، هر کسی درک نمی کنه. همونطوری که تنها مشتری حرفهای زبان گوش هست، تنها مشتری، یعنی تنها کسی که عشق رو درک می کنه انسان بیهوشه. یعنی شرط به صلاح عاشق شدن بیهوشی و بیخودی هستش. خب اینم از آزمون شماره 3. امیدوارم که تا اینجای کار خسته نشده باشی. در ادامه آزمون بعدی رو با ما همراه باش. خب با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم. در ادامه تحلیل و بررسی آزمون‌های ترم اول رسیدیم به آزمون شماره 4. خب گفته معنای واژه‌های مشخص شده را بنویسید، چون محبت به غایت رسد آن را عشق خوانند. غایت رو گفتیم که یعنی نهایت و پایان. دو، گفته دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد. انابت یعنی توبه، یعنی پشیمانی یا به خدای تعالی بازگشتن. سه، گفته همه می‌دانیم که دولت مستعجل بود، یعنی زودگذر و ناپایدار بود. مستعجل یعنی شتابنده یا زودگذر. 4، بنده ای را گزید و مستغرق خود گردانید. مستغرق یعنی مجذوب یا شیفته. به معنی غرق شده هم هست، اما اینجا به معنی مجذوب و شیفته به کار رفته. 5، گفته تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پسفکن. پسفکن به معنی ارثیه، میراث یا پسفکنده، چیزی که از مرده بر جای میمونه. صفای اهورایی آن همه زیبایی ها به این علم عدد بین مصلحت اندیش آلود. خب اهورایی یعنی ایزدی، یعنی خداوندی، یعنی منصوب به اهورا. در سوال بعدی که مربوط به مبحث املا هست، گفته که در کدام گزینه نادرستی املایی دیده میشود. خب ببینید، به حسن که مطلوب همه است دشوار میتوان رسید، کاملا جمله درستیه. دو، گفته اول پایه معرفت است و دوم پایه محبت است و سوم پایه عشق، کاملا درسته.
مورد سوم گفته عشق بنده را به خدا برساند، پس از بحر این معنی، دقت کنید بچه ها، بحر با این املایی که نوشته به معنی دریاست، اما اون چیزی که منظور ماست بحره. خب پس اینجا نادرستی املایی داشتیم، جواب همین مورد سوم میشه. در سوال 8 گفته در میان گروه کلمات زیر نادرستی های املایی را بیابید و تصحیحش کنید. خب ارگ مزینان کاملا درسته، باغستان و مزرعه درست نوشته شده، عرفه های مساجد هم کاملا درسته، ملاحادی اسرار هم درسته، قوقا و فریب کاملا درست نوشته شده. و اما توی مورد بعدی شیعه گمنام و غریب نوشته. غریب بچه ها ارزش فوق‌العاده املایی داره، این شکلیه. مورد بعدی که حالا اینجا بذار تصویر رو کوچیکش کنیم تا مشخص بشه، نظاره آسمان کاملا درست نوشته شده، تلالو ما درست نوشته شده، تلقی و تعبیر هم کاملا درسته، نشعه های سرشار از شعر نشعه کاملا درسته، ابدیت پر از قدس، نگاه کنید ابدیت بچه ها با الف باید نوشته شه، ابدیت املای درستش به این شکله، ابدیت پر از قدس و سموم سردم درسته. دو مورد غلط املایی داشتیم که املای درستش هم نوشتیم. در سوال 9 گفته در عبارت زیر دو مورد وابسته وابسته بیابید و نوع آن را مشخص کنید. گفته چون من در آن حضرت رسم و تا به آفتاب آن جمال بر من زند مرا از خود یاد نیاید. دقت کنید بچه ها، تا به آفتاب آن جمال الان دو مورد وابسته وابسته تو دل خودش داره. دقت کنید، یه بار میگیم تا به آفتاب آن جمال، آفتاب آن جمال، آن الان میشه صفت مضاف الیه. بعد این صفت مضاف الیه صفت رو میتونستیم برش داریم، اگر این آن رو من بردارم چی میمونه؟ تاب آفتاب جمال، خود جمال سومین اسمیه که بعد از دو تا کسره اومده میشه مضاف الیه مضاف الیه. در سال 10 گفته در ابیات زیر کدام کلمات معادل معنایی یکدیگرند؟ دردناک است که در دام شغال افتد شیر، یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم، زین بیخردان سفله بستان داد دل مردم خردمند. خب نگاه کنید اینجا سفله، خب اینجا هم فرومایه، اینا با هم دیگه معادل معنایی هم هستند. در سوال بعدی گفته نقش دستوری واژه‌های مشخص شده را بنویسید. گو الف، ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است، مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است. نگاه کنید بچه ها، ناله مرغ اسیر داریم دربارش حرف میزنیم، نهاد جمله ماست. خب مسلک مرغ گرفتار قفس، خب گرفتار، مسلک مرغ گرفتار میشه صفت مضاف الیه، صفت این مرغ. خب گرفتار قفس این صفت هم میتونیم برداریم، مسلک مرغ قفس اینم میشه مضاف الیه مضاف الیه. بگفته آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. سلیمان کردن یعنی به پادشاهی رساندن. خب اینجا سلیمان میشه نقش دستوری مسند داشته باشه. در سوال بعدی گفته در عبارت زیر نقش هر دو ضمیر ام را نشان دهید. بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. اینجا یه پرش ضمیر داریم، بوی گل چنان مستم کرد، یعنی کی؟ یعنی من را، این میشه نقشش مفعول، که دامنم از دست برفت، یعنی دامن من، این امه اینجا میشه مضاف الیه، اینم نقشای دستوریش. در سال 13 گفته و انواع واو را در عبارت زیر بررسی کنید. شهر را و گیرودار شهر را رها کرد و چشمها را منتظر گذاشت و به دهی اومد. بچه ها واوی که بعد از فعل میاد واو ربط، یعنی این دوتا الان واو ربط هستن، اما واوی که بین دو اسم یا صفت بیاد واو عطف به حساب میاد، اینجا واو عطف داریم. در قسمت قلمرو ادبیمون گفته که
در موارد زیر قسمت‌های مشخص شده چه آرایه‌ای داره؟ الف باران, باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. خب از نظر ادبی رسیده و کشیده میتونه سجع این جمله باشه که اینجا فعل است توی هر جفتش به قرینه معنوی هست شده، حواست باشه. پس اینجا سجع داریم، نقش این دوتا کلمه سجع. گفت میباید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح های، قاضی نیمه شب بیدار نیست. صبح و نیمه شب هم با هم دیگه رابطه تضاد داره. در کدام گزینه واژه‌ای در مفهوم نمادین به کار رفته است؟ آن را مفهوم آن را بنویسید. هرچه موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمالند. واژه نمادین نداریم. عشق خاص‌تر از محبت است زیرا همه عشقی محبت باشد. اینجا هم نداریم. اول پایه معرفت است و دوم پایه محبت است و سوم پایه عشق. اینجا هم نداریم. اما همونطوری که تو قلمروها بود، پروانه قوت از عشق آتش خورد. گفتیم پروانه نماد عاشق حقیقیه، عاشق حقیقی، عاشق راستین. خب در سوال بعدیمون گفته در هر یک از موارد زیر آرایه نوشته شده در مقابل هر بیت را نشان داده و توضیح دهید. استعاره میخواد. تو مورد الف از سیم به سر یکی کلاه خود، زاهن به میان یکی کمربند. اینکه کلاه خودی از جنس سیم یعنی نقره داشته باشه، کلاه خود سیمین میشه استعاره از برف، و کمربند هم میتونه استعاره از صخره های قله دماوند باشه. اما تو مورد بعدی گفته تشبیه رو پیدا کنیم. تو قلب فسرده زمینی، این یه تشبیه اسنادی هم هست بچه ها. تو یعنی مشبه به قلب فسرده زمین یعنی مشبه هم به تشبیه شده. مجازی یا حقیقی بودن مفهوم واژه‌های مشخص شده را بنویسید. ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است. ببینید سوال از خود کتاب درسی براتون انتخاب شده. توی مورد الف الان مرغ اسیر مجاز از شاعره. مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است. اینجا مرغ گرفتار دیگه در معنی حقیقی خودش به کار رفته، یعنی همون پرندهی که در قفس زندانه، زندانیه. در سوال بعدی گفته که در هر یک از موارد زیر واژگان را مرتب کرده و بیت را کامل کنید. خب مورد الفش میشه یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. در مورد به هم گفته در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هانه پسر بکوش که روزی پدر شوی. ابیات زیر را کامل کنید. مورد الف مصرع اولش رو جا خالی گذاشته، اما مصرع دوم نوشته دیوار زندگی را زینگونه یادگاران. باید میگفت پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زینگونه یادگاران. مورد به هم این نغمه محبت بعد از من و تو ماند تا در زمان باقی است آواز باد و باران. در سوال درک مطلب از قلمرو فکری گفته که ارتباط معنایی موارد زیر را بنویسید. صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع، لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست. به پروانه قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که عشق آتش عشق او را چنان گرداند که خود به آتش رسد و خود را بر میان زند. آقا یعنی برای رسیدن به عشق باید سوز و گداز عشق رو تحمل کرد و وجود مادی و وابستگی های مادی خودمون رو رها کنیم. این مفهوم مشترکی است که از دو تا مورد داده شده برمیاد. مفهوم مشترک موارد زیر چیست؟ هیچ نقاشت نمیبیند که نقشی برکشد، وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای. واصفان حلیه جمالش به تحیر منصوب که ما عرفنا که حق معرفتک، یعنی ناتوانی از شناخت خدا، یعنی تو رو اونگونه که شایسته است نتونستیم بشناسیم، یعنی ناتوانی از شناخت خدا. هر یک از مفاهیم زیر در کدام بیت دیده می شود؟ اشتیاق پایان ناپذیر عاشق، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. خب اینجا ماهی نماد عاشق واقعیه و آب هم نماد عشقه، بنابراین اشتیاق پایان ناپذیر عاشق همون مورد الف ما باید باشه. مهمتر
بودن عشق از همه چیز حتی عمر. اونجایی که میگفت روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست، اینجا مورد پ باید باشه. بنابراین اینم جواب سوال بعدیمون. در سوال بعدیش گفته که در بیت زیر شاعر خود را با کدام ویژگی معرفی میکند؟ انصاف و عدل داشت موافق بسی، ولی چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت. خب عدالت خواهی فرخی رو داره میگه و ثابت قدم بودنش در راه عدالت و همین عدالت خواهی میتونه ویژگی شاعر باشه. با توجه به عبارت زیر دو ویژگی شخصی که توصیف می شود را بنویسید. همان پدری که اسبهایش اسم و رسم داشتند، همان پدری که ایلخانی قشقایی بر سر سفره رنگینش می نشست، همان پدری که گله های رنگارنگ و ریز و درشت داشت و فرش های گرانبه های چادرش زبان زد ایل و قبیله بود. اشاره داره به مهمون نوازی و ثروتمندی پدرش، اینکه اسبهای اصیل داشته، اسباش اسم و رسم داشته. اینجا میشه اشاره به ثروتمندیش. و اینجایی که میگه ایلخانی قشقایی بر سر سفره رنگینش مینشست، اشاره به مهمان نوازیش داره. در عبارتهای گفته سوال بعدیش گفته عبارتهای زیر را معنی کنید. قندیل زیبای پروین سر زد، یعنی ستاره زیبای خوشه پروین پیدا شد، چیز خاصی نداره. سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد، یعنی اینکه میتونیم بگیم شیدایی عشق، دیوانگی عشق با ارزشتر از هوشیاری این دنیاست. تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته، یعنی در اثر توجه و پرورش خداوند یک بذر خرما، دانه خرما میتونه به درختی بلند و استوار تبدیل بشه. چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنه؟ میگه وقتی که من به اون درگاه برسم، به معشوق برسم، به وصال برسم، به خدا برسم و فروغ خورشید آن زیبایی بر من بتابه، من از خودم یادم نمیاد، نمیتونم خودم رو یاد کنم، خودم رو فراموش میکنم، از تو چون یاد کنم؟ استفهام انکاری هم داره، چجوری تو یاد تو باشم؟ در سوال بعدی مربوط به شعر هست، گفته معنی و مفهوم شعرها رو بنویسید. گفته تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دلبند. به خاطر اینکه با مردم نادون جامعه چشم تو چشم نشی، هم کلام نشی، چهره زیبای خودت رو بردی توی دل ابرها، مفهومش میشه مردم گریزی روشن فکران. گفت آگه نیستی که از سر در افتادت کلاه، گفت در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. اون محتسب میگه که آقا حواست نیست که کلاهت از سرت افتاده؟ مست جواب میده که در سر عقل باید باشه، بی کلاه بودن که ننگ نیست. سه آیین طریق از نفس پیر مغان یافت، آن خضر که فرخنده پیش نام نهادند. آیین طریق از نفس پیر مغان یافت، خضر پیامبر که اونو مبارک قدم، خوشیوم، فرخنده مینامیدن، روش طی کردن راه عرفان و شناخت حق را از دعای پیر و مرشد راه خودش به دست آورده. اینم مفهومش میشه، مفهومش اینه که آقا برای رسیدن به کمال، در راه رسیدن به کمال باید وجود یک رهبر و مرشد و راهنما توی زندگی لازم باشه. خب دوستان عزیزم، اینم از آزمون شماره 4. با هم دیگه به اصطلاح به سراغ آزمون 5 بریم. امیدوارم که همراه من باشید. خب با نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان، در ادامه تحلیل و بررسی آزمون‌های نوبت اول از کتاب خیلی سبز رسیدیم به آزمون شماره 5. سوال اول گفته با توجه به عبارات و اشعار زیر معنای واژه‌های مشخص شده را بنویسید. تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته، باسق یعنی بلند و بالیده. گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب، داروغه یعنی پاسبان و نگهبان، یعنی شبگرد. ناله مرغ اسیر این همه بهره وطن است، بهره که ارزش املایی هم داره به معنی برایه. آدم های ثروتمند معمولا از سوء هاضمه میمیرن، سوء هاضمه یعنی بدگواری، سوء هاضمه یعنی دیر هضمی، یعنی هر گونه اختلالی توی سیستم گوارش بدن که حالا
کتاب درسی گفته هضم غذا معمولا با سوزش سر دل همراهه. آب را تا مزرعه مشایعت میکنن، یعنی همراهی میکنن. در عالم پیر هر کجا برنایی است، یعنی برنا یعنی جوان، عاشق بادا که عشق خوش سودایی است. در سوال بعدی مربوط به مبحث املا میشه، گفته که در کدام گزینه نادرستی املایی دیده میشه تصحیح کنید. 300 تومان پول مجموعا تهیه کرده بودم که این مخارج قریب 6 ماه من بود. بچه ها واژه قریب با این املا یعنی بیگانه، ناآشنا، نابلد، اما قریب با این املا یعنی نزدیک، مخارج نزدیک 6 ماه من بود. پس توی همین به اصطلاح مورد اول ما به جواب رسیدیم. در سوال 8 گروه کلمات داده، گفته چند تا نادرستی املایی دیده میشه تصحیح کنید. مأمور و محتسب، خب مأمور با این املا به معنی آباده، اون چیزی که منظور ما سلام مأموره، اینجا یه مورد داریم. سرای والی کاملا درسته، داروغه درسته، داروغه و نگهبان، غرامت و تاوان درسته، ننگ و آر، دقت کنید بچه ها، آر با این املا باید باشه. حد و مجازات درسته، واعظ و نصیحتگو، تزویر و درویی هم کاملا درسته. اما در ادامه گفته نقش دستوری کلمات مشخص شده را در مقابل آن بنویسید. آیین طریق از نفس پیر مغان یافت، آن خضر که فرخونده پیش نام نهادند. آن خضر الان اینجا در نقش نهاد جمله ما به کار رفته. هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت، آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت. خب هرگز اینجا در نقش دستوری قید استفاده شده ازش. خب تفاوت معنایی واژه همت رو در ابیات زیر بررسی کنید. آقایون خانوما گفتیم که همت دو تا معنی داره، یه معنیش میشه عزم، اراده، تلاش و کوشش، یه معنی دیگهش میشه توجه قلب از صمیم قلب به خداوند. همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود. خب توی مورد الف همت به معنی همون عزم و اراده و تلاش و کوششه، اما همت هم بدرقه راه کنه تایر قدس. با تجربه این تایر قدسه، اینجا همت یعنی دعای خیر، یعنی توجه از صمیم قلب فقط معطوف به خداوند باشه. در هر یک از موارد زیر یک وابسته بیابید و نوع آن را مشخص کنید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. ببینید حدیث راه پرخون، اسم صفت، بنابراین اینجا میتونیم بگیم پرخون میشه صفت مضاف الیه. اگر اونم متوجه نشدی میتونی بگی قصه های عشق مجنون. اینجا مجنون هم میتونه مضاف الیه مضاف الیه باشه، این میشه مضاف الیه مضاف الیه. هر کدومشو که متوجه شدی بنویسی نمرتو میگیری دیگه، گفته تو هر کدومش یه دونه بگو. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. نگاه کنید محرم این هوش، این الان میشه صفت مضاف الیه ما. کاربرد معنایی متفاوت فعل نیست را در موارد زیر مشخص کنید. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم. گفت والی از کجا؟ در خانه خمار نیست، یعنی حاضر نیست. اینجا فعل غیر اسنادی اومده. خب به گفته هر دلی از سوز ما آگاه نیست، غیر را در خلوت ما راه نیست. آقا هر دلی از سوز ما آگاه نیست، چگونه نیست؟ آگاه نیست. اینجا در معنی اسنادی خودش به کار رفته. در مصرع آتش از این بانگ نای و نیست باد، نوع جملات ساده یا مرکب را مشخص کنید. خب آتش از این بانگ نای یه جمله ساده به حساب میاد و نیست باد دوباره یه جمله ساده است، یعنی این عبارته آتش از این بانگ نای یه جمله ساده، نیست بادم یه جمله ساده، دو تا جمله ساده اینجا به کار رفته بود. اما در قسمت قلمرو ادبیمون گفته با توجه به ابیات زیر
باید جواب بدیم دیگه، چون گشتم این ز جور گردون سرد و سیاه و خموشاوند، بنواخ ز خشم بر فلک مشت آن مشت، تویی تو ای دماوند. میگه آرایه حسن تعلیل رو نشون بدیم. ببینید بچه ها، این برآمدگی کوه دماوند که از نظر زمین شناسی و سنگ شناسی از نظر علمی قابل توجیه و به اصطلاح دلیل آوردن هست، این عنوان شده که آسمان به زمین داره ظلم میکنه، زمین از ظلم و ستم آسمان عصبانی میشه، به خروش میاد و با مشت به صورت آسمان میکوبه. این برآمدگی دماوند به مشت زمین تشبیه شده که پرتاب شده به سمت صورت آسمان. پس این یه حسن تعلیل داره. گفته کدام ترکیب یا عبارت آرایه ادبی تشخیص را پدید آورده است؟ خب نگاه کنید، اینکه به دماوند میگه که آقا چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیاه و خموش آوند، میتونیم مثلا اینجوری از این بالا اینجوری توجیه کنیم که آقا ببینید گردون داره ستم میکنه، زمین داره این ستم رو میپذیره، خب حالا در ادامه زمین عصبانی هم میشه، پس نسبت دادن جور و ستم به آسمان میتونه تشخیص داشته باشه، نسبت دادن پذیرفتن یا عصبانی شدن ظلم و ستم، عصبانی شدن از ظلم و ستم هم به زمین میتونه تشخیص داشته باشه، و اینکه زمین عصبانی شده و مشت به صورت آسمان زده، دوباره دو تا تشخیص دیگه داریم، یک اینکه زمین عصبانی شده و مشت داره، دو اینکه آسمان صورت داره و مشت زمین بهش خورده. در سوال بعدی گفته در بیت های زیر قسمت های مشخص شده چه آرایه‌ای دارند؟ الف آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند. آتش عشق اضافه تشبیهیه، اینجا یه تشبیه داریم. در مورد ب گفته که به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. درخت گل میتونه استعاره از معنویت الهی باشه. خب در ادامه آزمون من پیشاپیش عذر میخوام از بچه‌ها که خیلی تونتون دارم صحبت میکنم، اما خب به خاطر حجم کاری که داریم و زیغ وقتی که داریم استودیو باید در خدمت بقیه دوستان باشه، یکم مجبورم تونتون فقط اشاره کنم برم و درسنامه‌ای نداریم. مجازی یا حقیقی بودن مفهوم واژه‌های مشخص شده را بنویسید. نشاط غربت از دل کی برد حب وطن بیرون، به تخت مصر من ما جای در بیت الحزن دارم. خب وطن معنی حقیقی خودش، یعنی همون سرزمین ما، اما بیت الحزن اینجا معنی مجازی داره، منظور از قربتی است که در زندگی هست. در بیت الحزن در آمد، خب این معنی حقیقت خودشه، یعنی همون اتاقکی یا خونهی که حضرت یعقوب ساخته بود و در هجران حضرت یوسف در اونجا گریه میکرد. و نالید چنان که هر پرنده بر بالای سر یعقوب بنالید. خب پرنده هم حقیقتشه، این یه به صلاح داستانی هست که هر جفتش به معنی حقیقت، حقیقی کلمه به کار رفته. هر یک از موارد زیر کدام آرایه ادبی را دارد؟ الف نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. خب دوستان پرده اول یعنی اصطلاح موسیقی، پرده دوم یعنی حجاب و مانع. پس میتونیم جناس همسان یا جناس تام رو به همین مورد الف نسبت بدیم. به گفته همچنه زهری و تریاقی که دید، همچنه دمساز و مشتاقی که دید. این که نی هم زهر باشه و هم پادزهر باشه میتونه پارادوکس داشته باشه، اینجا پارادوکس داریم. پ نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. با توجه به این واژه مجنون، ذهن هر فارسی زبانی با شنیدن این بیت میاد سراغ داستان لیلی و مجنون نظامی. پس میتونیم بگیم که مورد پیمونم تلمیح داره. اما در قسمت حفظ شعر که اینجا تو این آزمون دو نمره براش اختصاص دادن، گفته ابیات زیرا کامل کنید. الف از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. به گفته ای مهربان تر از برگ، در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جویباران. در سوال بعدی گفته هر یک از مصرع‌های زیر را مرتب کنید، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. اینجا هم ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز، که این گونه فرصت از کف دادن بی شمار.
در سوال 20 گفته مصرع‌های دوم ابیات زیر کدام است؟ خب این یه مقدار راحت تره. ببینید الان دو تا مصرع داده که شما حالا با دیدنش حافظه تصویریتون فعال میشه. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ شک که زیر و زبر شوی. اینجا یه شک هم بوده که حالا یادت نگه. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. در سال 21 گفته مفهوم مشترک سروده و عبارت زیر را بنویسید. در کفها کاسه زیبایی، بر لبها تلخی دانایی، شهر تو در جای دیگر، رحمی بر با پای دیگر. توی مورد بعدیش هم گفته شهر را و گیردار شهر را رها کرد و چشمها را منتظر گذاشت و به دهی آمد. خب میتونه توجه نکردن به ظاهر و منطق و توجه به احساس و دور شدن از معیارها باشه مفهوم مشترک این دوتا موردی که اینجا نوشته. در عبارت در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند، به کدام ویژگی عاشق اشاره کرده؟ فداکاری، از جان گذشتگی، ایثار از خود گذشتگی. گفته در سوال بعدی در کدام گزینه دعوت به مبارزه با ظلم دیده می شود؟ تا چشم بشر نبیندت روی بنهفته به عب، چهره دلبند. این که مردم گریزی روشنفکران رو داره میگه. تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پس افکن. این هم داره قدمت دماوند رو داره میگه. ای مشت زمین بر آسمان شو، بر وی بنواز ضربتی چند. تو همین مورد سوم شاعر دماوند به روشنفکر داره این توصیه رو میکنه که آقا به آسمان برو و بر او چند ضربه بزن. اما در سوال بعدیمون گفته با توجه به ابیات زیر، که از نیسان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. منظور از بریدن و سر چیست؟ بریدن یعنی جدا کردن، جدا ماندن از عالم معنا و دور افتادن از عالم معنا. سرم میتونه معنیش راز عشق باشه. کلمات مشخص شده چه مفهومی دارن؟ نیسان همون عالم معنا ملکوته و نور هم میتونه قدرت درک و آگاهی و فهم باشه. در سوال بعدی گفته مفهوم کلی عبارت زیر را در چند کلمه بنویسید. آکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که، ما عبدناک حق عبادتک، آنگونه که شایسته است تو را عبادت نکردی. میتونیم بگیم ناتوانی انسان از عبادت خداوند. در سوال 26 گفته که ارتباط مفهومی ابیات زیر را توضیح دهید. گفت مست ای محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو. توی مورد بعدیش گفته گفت از بحر غرامت جامعت بیرون کنم، گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست. توی هر جفتش داره اشاره میکنه به ظلم و ستم حاکمان دولت که با وجود این که حالا انسان فقیری به اصطلاح دچار یه گناه شده، اما میخواد که اون برهنه رو، اون انسانی که لباسش پوسیده رو، حتی لباس رو از تنش به عنوان جبران خسارت در بیاره. عبارت های زیرا معنی کنید چه استبعادی دارد. استبعاد یعنی بعید بودن، یعنی چقدر میتونه بعید باشه، چقدر میتونه دور از ذهن باشه. هم بر انگاره عشق‌آبادش ساختن، یعنی آن را درست مانند عشق‌آباد ساختن، طراحی کردن. به عالم عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایه نردبان نسازد. یعنی لازمه رسیدن به عالم عشق گذر کردن از دو مرحله معرفت و محبت. سی، آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی و قرب باشد مرا یاد کن. میگه اون زمانی که به درگاه خداوند نزدیک شدی و نور الهی در قلب تو تابید، از منم یه یادی کن. التماس دعا داره میکنه. وظیفه روزی به خطای منکر نبرد، یعنی روزی معین ما انسانها رو به خاطر گناهانمون قطع نمی کنه. اشاره به روزی رسان بودن خداونده. و در ادامه گفته اشعار زیر را معنی کنید. نی نی تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. نه نه
تو مشت روزگار نیستی، ای کوه، ای دماوند، من از حرف خودم پشیمونم، از گفته خودم راضی و خوشحال نیستم. خانه کوه شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنشان خانه که بیت الحزن است. میگه کشوری که بخواد به دست اجنبی ها بیگانگان آباد بشه، اون کشور رو با اشک خودت خراب کن که اون کشور بیت الحزن غمکده است. گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت کار شهر کار درهم و دینار نیست. محتسب میگه آقا یه پولی بده پنهان، خودت رو رها کن. مثلا جواب میده کارهای شرعی، مسائل شرعی با درهم و دینار خلاصی ازش نیست و حل نمیشه. یعنی رشوه گرفتن کار درستی نیست. دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم تا اینجای کار خسته نشده باشی و همراه ما باشید برای تحلیل و بررسی ادامه آزمون ها.